صبح بخیر همیهنان از من هنگامه افشار در برنامه رو در رو هشت بامداد شنبه 28 از ماه ژانویه 2012 میلادی، روزهای شنبه هشت بامداد و سه شنبه ها 4 بعد از ظهر زنده به وقت محلی کالیفرنیا در خدمتون هستیم. دو بازپخش هم هست که روز بعد پخش میشه. شروع برنامه رو باید با تأسفم از دست دادن یکی از نخستین مربیان دوران نوجوانی آغاز کنم. و چقدر خوبه که ما تا زنده هستیم با هم آمیخته و آغشته بشیم، چقدر خوب هست تا زنده هستیم به دیدار هم بریم. این آموزگار، این مدیر مدرسه، خانوم زنده یاد زهره فروتن، خانوم زهره میر حیدر در واقع ما میشنیدیم، این بانوی فرهیخته و پیشرو. من کلاس هفتم و هشتم در تهران در دبیرستان شیرین بودم و این بانو مدیر ما بود. سر کلاس ها می آمد، بین بچه ها می چرخید و عجیبه که بعد از سالها ایشون منو پیدا کرد، زنگ زد و گفت تو شاگرد من بودی، یادت میاد؟ گفتم مگر میشه خانم میر حیدر انسان مربی خودش رو فراموش کنه؟ ولی اینکه مربی شاگرد رو فراموش نکرده بود و طول 6 سال اخیر من و خانم میر حیدر، هرچند که فرصت نشد ایشون رو ببینم از نزدیک چون 5 سالی هست در دالاس هستم، مکالمات طولانی با هم داشتیم. یادم میاد در دبیرستان شیرین که بودیم، یک مدرسه پسرانه چسبیده به مدرسه ما بود و زنگ تفریح ماها مقارن میشد. پسرا توپ خودشونو مینداختن توی حیات مدرسه دخترانه شیرین که ما دخترها به نوعی این توپ رو به دست اونها برسونیم. شکایت به خانم میر حیدر برده شد از طریق بعض از شاگردان و فراش مدرسه که این پسرها به این شکل دارن با دخترها رابطه ایجاد میکنن. خانم میر حیدر گفتن اشکال نداره، بذار راحت باشن، بذار آزاد باشن. چه خوب، چقدر خوب بود اگر این دیوار هم برداشته میشد و این دختر پسر مختلط میتونستن در زنگ تفریح با هم بازی کنن. باری بانو زهره میر حیدر فروتن یکی از شاخصترین بانوان آموزش و پرورش ایرانه که نه تنها سالها مدیریت دبیرستان دخترانه شیرین رو داشتن، بلکه در سمت‌های مختلف فرهنگی نقش عمده‌ای داشتن. و امروز چقدر تأسف می‌خورم که چرا هرگز به این فکر نیفتادم با این مربی عزیزم، یکی از مربیان نازنین و روشن فکرم، یک گفتگویی داشته باشم. هرگز به این فکر نکرده بودم. و چقدر این زن پر انرژی. نمیدونم چرا فوت کرد. همین نمیدونم 2 ماه پیش بود، کی بود، زنگ زدن، با هم صحبت میکردیم طولانی و عجیب بود. به دنبال دوستان قدیمیش میگشت، میگفت تو از این سراغ داری، این شخصیت رو میشناسی، میخوام این دوستان رو دور هم در بیارم، به گرده هم بیان، میخوام یک انجمنی راه بیندازم. نمیدونم چرا آخر عمری به این فکر افتاده بود. من هنوز نمیدانم معلم خوب من چند سال داشت، به چه علت فوت کرد. تلفنشون رو که گرفتم، تلفن منزلشون رو، صدای ایمان فروتن عزیز فرزند دلبندش بود که این خبر رو، خبر ناگوار رو اعلام میکرد و من شوکه شدم چون هیچ نشانی از مرگ در او نبود. همه زندگی بود، حیات مثبت. چقدر بینایی این زن، از روشنگریش، روشن فکریش، و واقعا لذت میبردم از صحبتش. گاه پای تلفن من خسته میشدم ولی انرژی این بانو پایان ناپذیر بود. باری
دو روزم هستش که من واقعا حالم گرفته است، حالم به معنای واقعی گرفته است. چند بار با ایمان عزیز تماس گرفتم، تلفن‌هاش بر روی پیامگیر بود و میدونم که برای ایمان خیلی سخته، چون این مادر طول تمام صحبتش، عشقش، روحش، ذهنش ایمان بود و هدفی که ایمان داره. و خب بارها از من میخواست که بیام و با ایمان همکاری کنم. من گفتم عزیزم، مادر عزیزم، راه من چیز دیگریست، راه ایمان کار دیگریست. ما هر کدوم داریم کار خودمون رو انجام میدیم. تعصب و علاقه عجیبی داشت به ایمان و به کارهاش و نمیدونم ایمان چگونه بدون این مادر میتونه از حالا به بعد ادامه بده. به همین دلیل، چون از عشق وافره زنده یاد زهره فروتن میر حیدر، به ایمان فروتن آگاه هستم، برنامهشو از دست نمیداد. صدای او تو گوشش بود، بچم بچم میکرد. اصلا یک عشقی داشت، عشق زندگیش بود. نمیدونم ایمان فروتن در چه حاله و چگونه میتونه یک چنین مادری رو از دست بده، یک چنین مادری که برای نه تنها ایمان، برای هزاران دختر دیگر یک مادر و مربی بود، بتونه فقدانش رو تحمل بکنه. من امیدوارم دوربری‌هاش حواسشون باشه به ایمان این روزها، چون بسیار سخته، برای من سخته، دیگه چه برسه به ایمان. مراسم خاک سپاری همین یک شنبه 29 یعنی فردا در پاسیفیک ویو، و هم مراسم خاک سپاری هم یاد بوده بانو زهره میر حیدر فروتن هست، و در نیوپورت در پاسیفیک ویو، آرامگاه پاسیفیک ویو در نیوپورت بیش کالیفرنیا، 2 بعد از ظهر. من امیدوارم، متاسفانه در دالاس در تگزاس هست و این عزیزانم که از دست میرن نمیتونم در مراسم خداحافظی با اونها باشم. امیدوارم تمام شاگردانی که در مدرسه شیرین شاگردیشون بودن و میدونن چقدر آزادی در محیط این دبیرستان حکم فرما بود و چقدر ما حس آزادی آزادگی میکردیم، اگر در کالیفرنیا هستن خودشونو به این مراسم برسونن، چون خوشحال خواهد شد و ما که نتونستیم در مراسم زنده بودنشون بریم و ببینیم، بغلش کنم در سرای دیگر. به هر حال به ایمان فروتن عزیز و خواهر و برادرهاش، عروسها، دامادها، نواها، همه و همه تسلیت میگم و امیدواریم که یک شمه ای از کارهای فرهنگیشون، چون خیلی در بخش های مهم آموزش و پرورش ایشون سالیان متمادی فعالیت کردن و نقش اساسی دارن به عنوان یکی از بانوان جنبش آزادی خواهی برای زنان ایران، و واقعا تأسف میخورم من که دارم رو موضوع زنان کار میکنم، چرا این بارو رو هرگز به ذهنم نرسید باهاش گفتگوی انجام بدم. با تماسی که با ایمان خواهم گرفت کارهایی که ایشون انجام دادن و میدونم در دسترس خود پسر هست، حتما یک جلسه از این برنامه رو به ایشون اختصاص خواهم داد. خیلی خوب، اجازه بدین از این بگذاریم و برویم به اطلاعیه. هم دو اطلاعیه فرهنگی هم خدمتتون دارم که فردا همین 29، یکی در کالیفرنیا، دو دیگر در دالاس تگزاس خواهد بود. هر ماهانه، جلسه ماهانه نشست فرهنگی با آقای بهرام مشیری در ارتباط با شاهنامه پرسش و پاسخ است و بسیار من شنیدم جلسات هیجان انگیز است، هرچند که متاسفانه به خاطر این مسافت اغلبش رو از دست دادم، ولی خب وقتی که در اینجا میان، در دالاس هستن، میبینیم. خودم هم به زودی باز خواهم گشت به لس آنجلس.
حالا موقتی برم و بیام یا به طور دائم این رو تصمیم خواهم گرفت. در المپیک کالکشن 29 یعنی فردا یک شنبه بین ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر و محلش هم هست بین المپیک و ساتل در لس آنجلس، جلسات فرهنگی استاد بهرام شیر رو از دست ندیم، واقعا آموزنده است. تا کی بتونن این جلسات رو ادامه بدن نمیدونیم، ولی فعلا با انرژی کامل و عشق کامل حضور پیدا میکنن در این جلسات. دو دیگر در دالاس تگزاس، یادتون میاد در روز بعد از کریسمس یک پدر دیوانه‌ای به علت بیلیاقتی های خودش که برشکست اقتصادی شده بود، که خانوادش ماد زن همسر بیچارش کار میکرد در دو جا، دختر 19 سالش کار میکرد، پسر 14 سالش، در چه فلاکت اینها جدا شده بودن و خودشون با لیاقت خانواده خودشون رو میدشوندن. این مرد دچار حسادت و این رقابت، به جای که بیاد رقابت کنه روز کریسمس رفت و 7 نفر رو کشت با خودش. اثر بد روانی بر روی مردم دالاس گذاشت و انجمن بختیاری های شمال آمریکا که هر ماه از حامیان سرزمین جاوید هم هستند و هر ماه در دالاس تگزاس نشستی دارن، فردا در این ارتباط با خانوم دکتر، در واقع این هست دکتر مهناز صدر روانشناس، بررسی میکنن تحلیل فاجعه گریپ وان و پیامدهای ناشی از آن و محل این هم ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر. خدمتتون بگم دبل تری هتل اتوبان 75 خیابان کمبل، 1981 نورت سنترال اکسپرس وی، ریچاردسون تگزاس 75-80. و آقای ایرج درویش که مسئول این برنامه ها هستن، تلفنشون 214-245-21-21. خب برنامه امروز رو، گزارش امروز رو با گزارشگران، گزارش گزارشگران بدون مرز، سازمان گزارشگران بدون مرز 2012 هم اعلام شد بین 179 کشور آزادی بیان. ما باز از ته جزو نفرات اول هستیم، همیشه در کشتارها، در توسعه تروریسم، در خفقان در صدر بالا هستیم، در مباحث پایین خفقان و آزادی بیان و فقر و فلاکت اقتصادی از پایین اول میشیم. به هر حال یه گونه‌ای در رده قرار داریم و مورد بحث جهانیان هستیم. حالا بین 179 کشور در رتبه 175 این قرار گرفته، یعنی بعد از ترکمستان، کره شمالی و اریتره چهارم شدیم. چهارم شدیم کره شمالی، کره شمالی که اصلا همه آدم‌های آدمک چوبی نمی‌دونن در خارج از مرزهاشون چه می‌گذره. و امروز هم این پسر که جانشین باباش شده یک چهره آهنین خطرناک داره که فکر کنم دست بابا رو از پشت ببنده. اقلا اون باباش یه مشروبی میخورد، همیشه یه خنده مصنوعی و لب داشت. این عین برج زهرمان، واقعا ترسناک این پسر. وای به حال مردمی که در مرگ پدرش نگریستن، حاضر نشدن. دیگه اونها ببینید دوچاره چه مجازاتی خواهند شد. حالا ما از کره شمالی یه قدم جلوتر هستیم و از ترکمنستان و اریتره. بعد آنچه که از دست دادیم و این نظام هرگز اعتراض نمی کنه که هیچ، شاید خوشحال هم هست، مدرک دیگری دال بر خلیج فارس و قدمت خلیج فارس، نه خلیج. آقای اوباما در بحث State of the Union گفت خلیج، اینا میترسن، اینا دارن یه مقدار مبادلات سیاسی میکنن با عربستان و منطقه. اما نقشه خود عربستان سعودی هست که
یادتونه قبلا سکه های بود که هنوز هم هست که به عنوان مدال به سربازان کشته شده، به سربازان کشته شده در جنگ عراق و کویت میدادن، که بود پرژنگال، و حتی بر روی قبور سربازان کشته شده در جنگ هم اگر بروید در جا هر جای امریکا به ویژه در لس آنجلس مقابل فدرال میبینید بر روی قبرها نوشته که اینها در جنگ خلیج فارس کشته شدن. ما این عکس رو یک بار دیگر نشان بدهیم، بلاد فارس، بلاد فارس، مرد دیگری که احتیاج به اثبات نداره، بلاد فارس و این خلیج فارس بوده، هست و خواهد بود. بعد از اینکه این گرد و خاک‌های سیاسی رد بشن، تعیین و تکلیف خیلی داریم با این دنیا و تصرفات بی جایی که کردن. این مثل اون 17 شهر قفقاز نیست که برود و به تاریخ بپیوندد. این مآخذ گاز و نفت که در دریای خزر هست و مأموریت و پاسبانیش رو به روسیه داده ایران، تمام اینا پس گرفته خواهد شد. دولت آینده ایران همه اینها رو فعلا این بذل و بخشش ها موقتی خواهد بود و یکی هم نام خلیج فارس. و خدمتتون از دستگل های دیگری که نظام بر آب میدهد هر روز، آثار تاریخی ما، دو اثر تاریخی ایران در حال انهدامه. یکی روستای حجیج در انتظار محو شدنه، به زیر آب رفتنه. این یک روستای قدیمی است، باستانی است. این رو با یه خورده تعمیر، ایجاد کافتریا، ایجاد فضای سبز، تبلیغات توریسم، خود توریستای ایران، توریستای منطقه میتونن برن و سالیانه میلیون ها دلار میتونه ثروت بیاره. یکی از هزاران مناطق تاریخی در ایران، در کرمانشاه، و خود خبرگزاری مهر گزارش میده که روستای حجیج، آخرین روستای کرمانشاه در شهر مرزی نوسود، دارای 180 خانوار، 3 سال است که دولت با احداث سد داریان در این منطقه تعدادی از خانه های روستا زیر آب رفته که موجب مهاجرت تعدادی از روستاها به شهر شده. و نگرانی باقی مانده در این روستا اینه که این روستا بالاخره به زیر آب میره. این کار هیچ فرقی از راندن یک ملت، یک مردم از خاکشون نداره. این خاک این هاست. ایران شاید تهران خاک این، اون حس میهن بود در میهن بودن رو نداشته باشن. هر کس در زادگاه خودش، به ویژه این بومی ها، خاک اینها، ایران اینها، سرزمین اینها، این روستای حجیجه. اینها دوست، اینها دارن رونده میشن میان به تهران. هر روز تهران داره پر جمعیت تر میشه. ببینید چه کارها میکردن، فرش میبافتن، دیوه میبافتن، با خیال راحت، با کمترین امکانات، در زیر نور کم چراغ گوسفندهاشون رو به چرا می بردن. زیاد هم نه دنبال آزادی بیان بودن، نه دنبال مسائل سیاسی بودن، مذهب خودشون رو داشتن، آزادی خودشون رو داشتن، زن در مرد پیچیده کار می کردن. به همون شیوه قرنها قرنها بعد بچه ها پای برهنه تفلی ها با یه توپ پلاستیکی عشق می کردن. چرا؟ مگر ایران تنها جاییست که سد می سازه؟ چرا با هر سدی باید مناطق تخریب بشن، مناطق تاریخی ما؟ و این روستا یکی از فجایع، یکی از نمی، هیچ فرقی نداره با اینکه بلدوزر بندازن و خانه های مردم رو خراب کنن، بسوزونن، آتیش بزنن، بمب بندازن، اینها این یک سرزمین کوچکی از ایرانه و این مردمان بیچاره تا آخر عمرشون خوشحال و خوشبخت نخواهند بود. این بانوانی که نوم میپزن، اصلا اینا ایرانی اصیل هنوز سالم باقی مونده همین ها هستند که اون جوهره غیرت و انسانیت و سادگی و بیشیل پیله بودن درشون هنوز در خونهاشون جاریست. نسل به نسل بین خودشون
گشته یک خانواده محله رو میشناسه همه. به هر حال یکی از فجایع. و مورد دیگر بازار قلعه محمود کرمان با قدمت هزار ساله، هزار ساله در آستانه تخری. این بازار هم یکی از بازارهای تاریخی کرمانه، ترک‌های عظیمی در سقفش برداشته. مگر ساختن اینها آسونه؟ این معماری امروز یه سکه پیدا میکنن، یه تیکه سنگ نوشته پیدا میکنن، چگونه اینو بدونی که خراش برداره، دست برداره، میبرن در موزه ها ازش حفاظت میکنن، با فروش بلیط ها ملیت ها میان و احترام میگذارن به گذشتگان. ما چگونه این همه داریم و هر روز خودمون به تخریب اینها با شادی نگاه میکنیم؟ اگر ایمیل بعد رو باز کنید در همون آگاهی نامه آقای اوتانس که اینها رو جمع میکنن و هر هفته در سایت رودررو.com میذارن، اوتانس، آقای اوتانس عزیز از کانادا که هرگز در خبر رسانی کوتاهی نکردن این بازار و فقط سه مغازه میگن بازه چون داره فرو میریزه و در بخش هایش هم بی خانمان ها شبها میرن و در اونجا اتراق میکنن، با پتوهاشون میخوابن. حیف از این بازار زیبای تاریخی، حیف. دلمون رو به درد بیاریم با نگاه کردن اینها. این حکومت احساس نداره، یک موجود، یک قبیله کامپیوتری خرابه که هی ویروس میفرسته، یک کامپیوتر پر از ویروسه و نمیدونم چگونه در حین این همه بی‌نظمی با یک گونه نظم 33 ساله پیشرفت کرده. البته فراموش نکنیم که ذهنیت خرافی، خشونت و ترسناک اینها ادغام شد با سیاست‌های توده‌ای‌های پوسیده، چون اینا سیاست بلد نبودن. اگر توده‌ای‌ها تئوریسین‌های اینها نبودن از روز اول، اینها نمیتونستن دوام بیارن. ولی اون بخش‌هایی که چگونه جامعه رو میشه سرکوب کرد، چگونه آزادی‌خواهان رو میشه سرکوب کرد، اون نظم و ترتیب، نظم و ترتیبی بود که چند دویه یک بیش از یک قرن آزمایش داده شده، تمرین داده شده، ترین داده شدن توسط دولت فخیمه روسیه و بالاخره در سال 57 با افتادن بر روی خواستهای مردم اینها در کنار آخوندها قرار گرفتن و این 33 سال اینگونه رست مردم رو کشیدن. اما میبینیم که هر روز مردم از زاویه دیگری سر به طغیان میگذارن. حالا فرق انسان و فرق حیوانات و این آقایان، فرق حیوانات و این آقایان، یک، ما نمیخوایم توهینی بکنیم بین انسان، من برای چه بسا که برای حیوانات خیلی بیشتر ارزش قائل هستم، چون اونها هم مثل خودشون رو نمیکشن، اگر کشتاری هست برای تنازع بقای در کامیونیتی خودشون، چه بسا کارهایی انجام که اگر نباشن نقص در طبیعت. و میخواید نشون بدی که این هنر چقدر تاثیر داره که حتی زبان بی زبان هنر حتی در حیوانات تاثیر میگذارد. جاز آمریکایی است که می نوازد برای عده گاو و توجه تغذیه میشه و بسیار ثمرات دیگر. اخیراً هم یک کشف شده مثل که در تحقیقاتی شده در اسرائیل که با پیوند بخشی از قلب گاو میتونن بخش نارسای انسان رو ترمیم کنن. به هر حال یک عکسی میخوام خدمتتون نشون بدم به عنوان یک عکس رومانتیک. به این عکس نگاه کنید، حالت رومانتیکه. یک دختر و پسر جوان تازه مزدوج و اینها به پارکی رفتن و مقابل دوربین عکاس که احتمالا از همراهان خودشونه
یک عکس یادگاری میگیرن. این عکس از جهات مختلف جالبه، ما نه توهینی میکنیم به این دو نامزد و نه، اما برای من جالب بود که این عکس آقا داماد ببینین با خانوم که خب هیچی ازش معلوم نیست اون زیر چیه، ولی مطمئنن یک زن دختری جوانه. به دستهای شوهر نگاه کنید که با چه عشقی، یعنی حس و عشق رو در دستاش میبینید، و دست دیگرش که دست چپ هست، دست راست عروس رو از اون زیر گرفته که باز دستش دستکش پوشیده هست. چگونه این دختر میبینه، چگونه نفس میکشه، چون معلومه که خب پاییزه دیگه، و تعصب رو در این مرد نگاه کنید. این تعصب نشون میده که اگر این زن یک روز کشف حجاب بکنه، سر کارش با ساتور خواهد بود. به این فکر میکردم که حالا از چند دیدگاه میتونه این در چند سال پس از این حسنم داره عیبم داره. یکی از حسناش این است که این خانوم وقتی که به عکس‌های دوران پیریش نگاه میکنه یا جلو مقابل آینه میسته، هیچ وقت نمیگه ببین من جوانیم چقدر خوشگل بودم، چون مدرکی نداره، عکسی نیست. و بعد نمیتونم با آقا قور بزنه بگه که تو من رو به این روز رسوندی. این آقا هیچ مدرکی نداره در یک روز بگه ببین من چه زیبا و جوان بودم، اما تو چه بودی؟ حالا این رو میخواستم بگم، زندگی امروز همونقدر که برای جنبشگران آزادی خواهی و زنانی که نمیخوان حجاب داشته باشن سخته، برای این طبقه سخت‌تر خواهد بود، چون جهان عوض شده. یعنی اینها، این طبقه که با این ذهنیت قشری که زن باید همه چیزش تا این حد در قرن 21، آخه این بیچاره که خفه میشه اون زیر، که این زن نمیتونه رادیو گوش بده، فقط باید به شبکه های گوش بده که قرآن میخونن، حدیث میگن، به روزخانی ها بره، نمیتونه تلویزیون نگاه کنه. اگر برنامه ما رو الان نگاه کنه با کتک و جنجال این شوهر مواجه میشه. دوران آینده برای این طبقه سختره، چون اینو من نمیدونم در عربستان سعودی که فکر نمیکنم چهره ایرانیه، ولی کن دنیا عوض شده قرن 21، و این طبقه با این ذهنیت بسیار سخت بر آنها خواهد گذشت. یادم میاد 14 ساله که بودم، تویگی مجله زن روز ایران عکس تویگی رو با مینیجوب انداخت، و من همون روز بعد سوار اتوبوس شدم رفتم خیابان مهران و برلین یادتونه، پارچه خریدم آمدم خودم با چرخ خیاطی مادر مینیجوب دوختم، و نمیدونم از اولین کسان شاید اولین نفری بودم که تو محلمون رفتم بدون مینیجوب در خیابان ایران، کوچه باغ بزرگ پلاک 6، با خالم در اون موقع زندگی میکردیم. و بعد من اومدم در خیابان عین دوله رد میشدم، دیدم که بعد دیدیم که اون مدرسه علویه و اینها چه اتفاقاتی در اون خیابان عین دوله افتاد. یک خانومی با همین پوشش منتها صدای محسن چاق آمد تو شکم من، گفت دختر وقی شرم نمی کنی اینطوری لخت و اور اومدی بیرون؟ من جا خوردم و گفتم خانم شما به چه حق به من حمله میکنی؟ چه حق؟ من تو کی هستی که من میبینی من تو رو نمیبینم؟ صورت بزن کنار من ببینمت. این خاطره رو هرگز یادم نمیره در اون دوران، ولیکن برای این عکسی که نشون دادیم باید بگوییم به به عجب عروس زیبایی، دوران سختی رو خواهند داشت این طبقه با این ذهنیت، به ویژه فرزندانشون به وجود میاد در جهان تکنولوژی. جانم او بله 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 امیر عزیز، الان مدالی که خلیج به سربازان در خلیج فارس، بله توجه بفرمایید، ما پس دو مدرک و سند تاریخی توسط خود امریکا که امروز آقای رئیس جمهور نمیگوید خلیج فارس و میگوین خلیج، و توسط خود کشورهای عربی که میشینن و در زیر نقششون مینویسه خلیج داریم، که این پرژن گالف، این مدال رو اغلب سربازانی که در جا
جنگ اون سال شرکت داشتن دارن پرژرگا ویترنز نشنال مدال و بر روی قبورشون هم هست. اینها رو پس خواهند گرفت، اشکالی نداره. اسم حالا هم شده جمهوری اسلامی، روز اسمش میشه جمهوری ایرانی یا هر سیستمی که خود مردم میخواهند. خدمتتون گفتیم که در برنامه های رو در رو از این به بعد یک روب یا 20 دقیقه از وقت باقی مانده رو میگذاریم به جنبش زنان در 200 سال اخیر. 200 سال اخیر این جنبش زنان به سه بخش تقسیم میشه. یکی جنبش زنان در دوران سلسله قاجاریه، دوم جنبش زنان در دوران سلسله پهلوی ها، سوم جنبش زنان در دوران سلسله آخوندها. باز دوران قاجار به دو جنبش تقسیم میشه. یکی جنبش باب که چه تأثیر عمده‌ای در جنبش زنان داشت، دو دیگر جنبش سوسیالیسم که از روسی از اروپا آغاز شد و از روسیه و قفقاز مستقیم به ایران انتقال داده میشد. اما مهمترین این سه بخش به نظر من ریشش در همون دوران سلسله قاجاریه هست که جهان به یک بار تغییر کرد، نه تنها زنان ایران که زنان جهان. و ما در این بررسی ها که به تواتر تاریخی خواهیم آورد نشان خواهیم داد که همزمان با اروپا که چقدر زنها در خفقان بودن، زنها در اروپا در همین انگلیس که ملکش همون موقع ملک ویکتوریا زن بوده طبق سنت و میبینیم نخست وزیر زن داشته و امروز زنها چه سمت‌های مهمی در کابینه دارن، چگونه زنها فقط به عنوان برده ازشون استفاده میشد. اما بناگاه شروعش دو دهه قبل از قرن بیستم و دو دهه اول قرن 19 و دو دهه اول قرن بیستم که زنان ایران جدا نبودن، هم جوار و هم کنار این بانوان جهان طی می‌کردن این مسافت‌ها. و این مهم هست. روز قبل هم شمی داشتم از خانم فرخ آفاق پارسا، فرخ آفاق پارسا که یکی از اولین نشریات ایران رو به عنوان جهان زنان در مشهد انتشار داد، بعد از چند شماره متوقفش کردن به خاطر اینکه به آزادی حقوق آزادی زنان میپرداخت، با ایشون و همسرشون رو تبعید کردن از مشهد به قم، از قم به تهران دوباره و کارها کردن. اما این خانواده روشنفکر که بعد فرزندی به نام فرخرو پارسا تحویل جامعه ایران داد، وزیر آموزش پرورش ایران که به شکل وحشتناک و ترسناکی در دوران آخوندها کشته شد رو تحویل جامعه داد. این عکس ها رو میتونید نشون بدید عزیزم. من در وقت باقی مانده در مورد خانوم فخر آفاق پارسا، یکی از پیش قراولان آزادی زنان در تاریخ ایران، هر کدوم از اینها به واقع باید نجزوه در موردشون کتابی نوشته بشه، فیلمی ساخته بشه. فقط با نظر گذرا ما در این برنامه ها میتونیم نگاهی داشته باشیم. اما الان بله، الان من فقط در این جلسات خدمت شما تک تک میگویم، بعد میروم به تواتر تاریخی از قرة العین، طاهره قرة العین، جنبش بابیه، میایم جلو تا عصر پهلوی ها و عصر کنونی آخوندها. بله، این بانو فخرآفاق پارساست. و ببینید این زن چه کرد. بدین ترتیب مجله جهان زنان با انتشار 7 شماره به تاریخ پیوست. نگذاشتن چون مطالب زنها پخش می شد و حقوق زنها، نامه زنها نوشته می شد. تازه آن چیزی که می‌خواستن بسیار جزئی و سطحی بود. تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران نیز به راه خود ادامه داد و کسی نمی‌توانست جلوی جبر زمان را بگیرد.
عزم استوار فرخدین و فرخ آفاق در راه روشنگری جامعه زنان خللی وارد نساخت. لذا دولت تصمیم گرفت دوران تبعید خانواده پارسای به خانواده پارسای پایان دهد، منتها با این شرط که بازگشت و ورود آنها به تهران کلن با بی سر صدا بی و در سکوت صورت گیرد. چون بعد از انتشار خبر پایان تبعید خانواده پارسایی در تهران، جمعی از آزادی خواهان و پیشروان جنبش زنان و همکاران مطبوعاتی فرخدین که همسر خانم پارسای بود، فرخ آفاق، تصمیم گرفته بودند که بله به هنگام بازگشت فرخدین و فرخ آفاق و خانواده به تهران استقبال شایانی از آنها به عمل آورن. و چون دو اینم عکس فامیلیه، در عکس بالا دست راست صفحه بانو فرخرو پارسا رو میبینیم. میبینیم این خانواده به واقع در داخل خانواده که کشف حجاب کرده بودن. و بعد در اینجا اشاره میشه که چگونه روزی هم که احمد شا تاج گذاری میکرد، فرخ آفاق به همراه همسرش فرخدین کلاه بر سر گذاشت، چادر رو برداشت، سوار کالسکه شد و آمد در خیابان. و به هر حال یک روز شادی بود، کسی نتونست کاری کنه. در واقع شاید اولین کسی بود که کشف حجاب کرد و آمد به خیابان در اون روز شادی مردم، و کسی هم استثنان در اون روز به سوش سنگ پرتاب نکرد. پارساها اگرچه پس از مراجعت به تهران دیگر اقدامی برای انتشار جهان زنان به عمل نیاوردن، اما به صورتی زوجی ترقی‌خواه که می‌خواستند عملا با رفتار خود برابری زن و مرد را نشان دهند باقی ماندند. ماجرایی که دکتر فرخرو پارسا در خاطرات خود شرح می‌دهد که پدر مادر او چگونه و به همراه یکدیگر در درشکه سوار شدند تا به مجلسی که در آن دعوت شدند رسپار شوند، و مخالفت پاسبان از این امر و شورا و دشواری هایی که به وجود آمد نمونه از همین رفتار است. سرانجام دادخواهی فخرآفاق از رضا شاه، او را به کالسکه شاه رساند و در آن روز پس از دادخواهی خانم فرخ‌آفاق پارسای از رضا شاه به او و دیگر زنان اجازه داده شد که بتوانند با همسران خود بر یک درشکه سوار شوند و به هر کجا که مایلند رفت آمد کنند. در یادداشت‌هاش نوشته شده که چند بار این خانم فرخ‌آفاق وقتی دید چاره‌ای نداره، رضا شاه که اومد دوران تجدد آغاز شده بود و هنوز کشف حجاب اعلام نشده بود، اما فخرآفاق میدونست که رضا شاه دیده بسیار روشنتری نسبت به پادشاهان قاجار داره و میخواد کارهای انجام بده. چند بار رفت و به کالسکش نزدیک شد و خواست یکی از که، و برای تو هم قبلا گفتیم که نامه های زنان به خود رضا شاه رو بران داشت که سرانجام پس از چند سال در کنار زنان قرار بگیرد. پس از دادخواهی خانم فرخ‌آفاق پارسای از رضا شاه به او و دیگر زنان اجازه داده شد که بتوانند با همسران خود بر یک درشکه سوار و به هر کجا که مایلند آمده رفت کنند. به علاوه بسیاری از مقررات ناپسند و تبعیض بین زنان و مردان از بین رفت و از آن جمله عبور و مرور زنها در خیابانها یا رفتن آنها به سینماها بود که پیش از آن مردان از یک سمت خیابان حرکت می‌کردند و زنان از سمت دیگر، و در واگن‌های اسبی نیز که مسافران شهری را جابجا می‌کردند. قسمت زنان و مردان جدا بود و سینماهای معدودی نیز که در آن زمان وجود داشت قسمت زنان و مردان جدا بود و سینما رفتن فقط در روزها برای زنان مجاز بود، آن هم سینمایی که تماشاگر آن فقط زنها بودند، و شب‌ها نیز نمایش فیلم اختصاص به مردان داشت. به هر حال دستور رسیدگی به خواست برحق خانم فخرآفاق را رضا شاه نیز صادر کرد و آن تبعیض‌ها هم به پایان رسید. اگرچه جامعه زنان ایران برای رسیدن به خواسته های برحق خود هنوز راه درازی در پیش داشتند، و خدمتتون در اینجا بگم زنهای متعددی هستن کارهایی که انجام دادن. ما کوتاه کوتاه بخش به بخش تکه تکه
در برنامه های متعدد رو در رو صحبت میکنیم تا اینها رو به تواتر تاریخی ببریم، چون در 80 اندی سال گذشته هرگز از این بانوان اسم برده نشده. در زمان خود قاجارها هم که ما شبکه های خبری به این گونه نبود، اما خوشبختانه ثبت شده در روزنامه های مجلس، روزنامه های خارج از کشور، در عکس هایی که در آلبوم های مادر بزرگ ها هست و نشون میده که زنها در پستوها چه تلاشی میکردن و بعد در صحنه اجتماع چه تلاشگرانی بودن، توهین میشدن، تحقیر میشدن، سنگ میخوردن، سرکوب میشدن، اما به خاطر دو جنبش، یکی جنبش باب، دو دیگر جنبش سوسیالیسمی یا کمونیستی، این تحول عظیم در ایران و حمایت مردان روشن فکر در داخل و خارج در کنار زنان چه تحولی به وجود آورد. اجازه بدین این عکس ها رو نشون بدید، در وقت کوتاهی که مونده یک توضیحی هم من یک بیست بر روی عکس ها بدم و بعد به موکول کنیم زنان پیش روی شروع قرن 19، آغاز قرن، اواخر قرن 19 و شروع قرن 20. بله، عکسی هست از خانواده امیر حشمت از مجموعه بهمن بیاتی. قلیان هست، خانم ها بی حجاب، گوشواره، حتی دختری که اینجا مینی ژوب پوشیده، منتها خب جوراب پاش کرده و مادر هم با اون شکل سنتی و اون یک ردایی بر خود پیچیده. این عکس در واقع در همان سالهای نخستین 1300 اندی. بسیار خوب، دوران قاجار هستیم. توجه بفرمایید، من در این جلسات میرم وقتی که به تواتر تاریخی اومدم، بعد همه رو تقسیم بندی میکنیم سلسله به سلسله. و این قبل از کشف حجاب، ببینید خانوم های این بی حجاب که کلاه داشتن، اینا بیشتر خانوم های همسران دیپلمات های غربی بودن، امریکایی، انگلیسی و بعضی ها هم ارمنی. یعنی این خانوم ها با این پوشش آزاد که در خیابان در کنار خانوم های مقنعه پوش می رفتن، یک نوع ذهنیتی رو به هر حال به وجود آورده بودن که اشکالی نداره و باید چشم مردم رو باز میکردن، چون به خانم ارامنه میگفتن اینها مذهبشونه، حداقل احترام به مذهب در اون موقع بود، میگفتن مسلمان نباشه غیر مسلمانه. اون تا خب بله، روزهایی که بارون میومد به اینها میگفتن بیرون نیاد، نمیدونم بدنتون خیس میشه، نجس میشه، اینها رو میگفتن. ولی کن اولین مدرسه دخترانه آمریکایی در آذربایجان، در ارومیه، در اواخر قرن 19، 1834 و اینها گویا. و این هم یک عروسی هست در همدان 1305. ببینید آقایون چگونه کروات زدن، مدرن شدن، و دخترها در واقع این تغییرات در چون به خاطر دو جنبش مهمی که خدمتتون گفتیم در اواخر دوران قاجار در سطح جامعه به طور پراکنده بود. حتی آقای پاپیون زده و میبینیم پدر بزرگ هم به اینها پیوسته، دخترها حجاب سرشون نیست و یک خوشبختانه با این هنر عکاسی اینها ثبت شده و آرام آرام از آلبوم خانواده ها بیرون میاد. و چه خوب است که اینها هرچی بیشتر انتشار داده بشه، و تشکر میکنم اگر به دست ما برسه. این عکس البته خانوم های لرستان هستن، این در سال دهه 50، یعنی زمان پهلوی ها. اما همین سنت، همین پوشش، همین چی میگن در واقع مد از قرنها پیش بود در بین ایلات و عشایر، تغییری نکرد. اگر در یک زمانی هم مقطعی هم موضوع کشف حجاب بود، نه، اینها همین گونه پوشیده بودند به خاطر اینکه مناطق جوی منطقه به خاطر سرما، گرما و گرد و خاک، اونجاها که جاده
اسفالت و اینا به اون شکل نبوده و هنوز هم فکر نمی کنم باشه. و زنها به این شکل خودشون رو تزئین می کردن، پوشش می کردن. و قبل از مشروطه، در دوران قاجار، قبل از قاجار، در دوران پهلوی ها و امروز هنوز همین گونه هست، با این تفاوت که هرچی مدرنیته پیشرفت کرد، مساجد و خرافه، زدایی گسترش و خرافه در این مناطق خارج از مرکز ایران بیشتر شد و ذهن آزاده این زنان اتفاقا تا حدی پسگرا شد. خب هنوز هم اینا شاهنامه در واقع قرآنشون بود، سینه به سینه. چه کسی مذهب اصلا دل به خدا، یه کسی شما وقتی متولد میشه در جایی هست که تبلیغ نمی کنن به اون بگن خدا کی هست چی هست، شما وقتی بزرگ میشی یک معبودی برای خودت به وجود میاری، در ذهن خودت به دنبال یک تکیگاهی هستی. این یکی از خواص طبیعی انسانه و اینها هم برای خودشون طبیعت خدا اینها بود، خورشید، زیبایی ها. ولی وقتی که تحصیل اینها، آموختن دانش به اینها، مکتبخانه ها و مدارسی که باز شد، مساجدی که باز شد و در واقع بزرگترین مدارس مکتب و دانشگاه اینها همین مساجد بودن، اینها رو بدتر خرابشون کرد، اینها رو به سوی یک دوران انحطاط فکری برد، بستشون کرد. و کاش تمام این سخنوران مذهبی رخنه نمی کردن در اکثر نقاط ایران، بیشتر نقاط ایران مناطق روستایی و دور افتاده و خارج از شهر بود. اما خب این حتی دوران چرش تمام شده فرصت. بله بله، این دخترانی هستن. ببینید، با 300 نقاشی شده از روی 300 زنی که عضو انجمن غیبی نسوان بودن که در سراسر ایران در دوران مشروطه زایده شده بود، به وجود آمده بود، یک سازمان مخفی بود توسط زنان. و اینها یک روز رفتن به مجلس شورای ملی، خواستن رئیس مجلس رو ببینن، اجازه ندادن. نماینده مجلس اومد، به ناگاه عده‌ای از این زنها مقنعه ها رو کنار زدن و آستین رو بالا بردن و از زیرش اسلحه بیرون آوردن و گفتن که شما، اگر شما که پدران و همسران ما هستید، اگر خیانت بکنید به منافع مملکت، ما شما رو خواهیم کشت. زنها این چنین بودن و این نقشی از زنها میبینید آرایش و در زیر خب مقنعه که به عنوان یک سپاه و سلاح از آن استفاده میشد. تاریخ درخشانی داره زن ایرانی. شاید این تاریخ درخشانش، ما الان نزدیک 8 مارچ هم میشیم، درخشانتر از شاید هر کشوری نسبت به موقعیت منطقش. حالا تک تک میپردازیم تا امیدواریم یک نویسنده قهاری و محقق قهاری با تحقیق درست برود و آنچه که ریشه و ستون حرکت جنبش زنها بود بیاورد و به خود آنها این امتیاز رو بدهد. فقط به خود زنها، نه فرمانهایی که صادر شد و خواست اونها را از لحاظ قانونی اجابت کرد. به هر حال رو در رو هفته دو نوبت، شنبه 8 بامداد، سه شنبه 4 بعد از ظهر، زنده از به وقت محلی کالیفرنیا پخش خواهد شد. یک بار دیگر در گذشت معلم مربی مدیر گرامی خانم زهره میرقیدر فروتن را تسلیت میگویم. به آقای ایمان فروتن، به همه فرهنگ دوستان و به همه شاگردانشون و به خودم خاک سپاری ایشون. 29 یک شنبه فردا در پاسیفیک ویو در نیوپورت بیچ ساعت 2 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. روحش شاد، مادر عزیز همه ما، صدا تو گوشم خانم میرحیدر عزیزم، امیر شهرتی نازنین از کارگردانی بسیار فنیتون طبق معمول سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدای طبیعت نگهدار.